سلام به بکس خفن دنیای وارکرفت امیدوارم از هر جای دنیا که این ویدیو رو نگاه میکنی حالت عالی عالی باشه بوم به انرژی باشی من فورتین هم و امروز تو این ویدیو میخوایم در مورد این بحث کنیم که آیا با یکی شدن اکشن هوس دراگون فلایت به کلی ارزش خودش رو از دست میده یا نه لتس گو خب بچه همونطور که میدونید دیروز بیلیزارد اکشن هوس همه رلم ها رو یکی کرد البته نه تو همه متریال توی اکثر متریال مصرفی اکشن هوس ها یکی شد و ما اون ساعت تا اول سری قیمت های واقعا باور نکردنی دیدیم که خب به خاطر این بود که باگ بود خیلی نمیتونستن از اکشن هوس استفاده کنن خیلی هم پنیک کرده بودن آیتماشون رو به قیمت خیلی پایینی فروختن یعنی ضرر کردن یعنی همین پرگیتور اسنشیو کردم قیمتش 2400 برابر من یادم میاد تعداد خیلی زیادی رو قیمت 300 g کاشته بودن و من خیلی سعی کردم اونو بخرم نمیشد خرید کلا باگ بود دیگه خلاصه که باگ فیکس شد و الان میبینیم که قیمت ها ثابت شده و فیکس شده و چیزی که میتونم بگم بروبکس قیمت ها 100 درصد نسبت به دو روز پیش کمتر شده هر جور حساب کنی ولی نسبت به دو هفته پیش تایمی تا که هنوز سیزن 4 نیامده بود الان قیمت ها یه کوچولو بهتره و حتی میشه گفت ثبات خیلی بیشتری هم داره و من در مورد این موضوع که آقا اصلا این یکی اکشن هوس خوب بده قبلا یه ویدیو دیگه هم داده بودم تاملش هم این بود که یکی اکشن هوس مساوی بهتر شدن گلد فام و توی اون ویدیو تا حدی چیزایی که امروز توی این ویدیو میخوام بگم و توضیح داده بودم ولی چون الان این موضوع داغه مطمئنم که خیلی, به خیلی از شما به این فکر کردید که خب آقا الان اکشنوس یکی شد قیمت ها ریخت این یکی بودن اکشنوس رو صد درصد بلیزار توی دراگون فلایت هم میخواد نگه داره اصلا برنامهش همینه واسه همین الان آورده پس توی دراگون فلایت ما شاید قیمت های پایینی هستیم و دراگون فلایت ارزش نخواهد داشت بعد بدونید که برابکس این به نظر من فکر خیلی اشتباهیه و اینطور نخواهد شد همونطور که میگید برابکس قیمت ها الان ثابت شده و یه خورده بهتر از قبل سیزن چهارم هست به نظر من این یکی شدن اکشن هوس برای بکس توی طولانی مدت اتفاقا خیلی خوبه و کمک میکنه به بازی و اینکه اکشن هوس ها یکیش در استارتش یه ضربه ای می میزنه به اکشن هوس همون ضربه ای که الان خورده به اکشن هوس و ما میبینیم همه غیبت ها نسبت به دو سه روز پیش کمتره ولی برو بکس این ضربه باید میخورد که در آینده ما شاهد یه چیز خیلی بهتری باشیم یعنی بلیزارد خیلی با برنامه ریزی این کار رو کرد اول اومد تا جایی که میتونست با سیزن چار قیمت گلد رو کشید بالا یعنی من واقعا انتظار نداشتم که بلیزارد بتونه با سیزن چارش انقدر قیمت متریال رو بکشه بالا چون چیزی واسه ارائه نداشت ریدش تمام شده بود دانجناش تمام شده بود دیگه آخرین مپ مپ زلس مورتیس هم داده بود همه مپ زلس مورتیس هم جویده بودن دیگه چیزی نداشت برای ارائه ولی اومد با یه فکر خیلی زیبا از کانتنت های قدیمیش استفاده کرد دانجای قدیمی رو ورد ریدهای های قدیمی رو ورد و حالا رنگ س... پی وی پی رو ریست کرد سیزن جدید بود و همه اینا باعث شد که قیمت متریال توی اکشن هوس بره بالا و تا جایی که تونست قیمت تو مت... قیمت متریال تو اکشن هوس رو اوورد بالا که بعدش پایین یکی کردن اکشن هوس قیمت ها چون میتونست قرار بریزه میخواست که اکنومی گیم به هم نریزه یعنی اول قیمت ها رو ببره بالا بعد اکشن هوس رو یکی کنه که قیمت ها میاد پایین قیمت ها روی حال تا حتی خیلی کم نشه که اکنومی گیم به هم بریزه و تا حد خیلی زیادی هم موفق بود بروبکس اون اول که قیمت های خیلی عجیب غریب و کم می دیدیم خب ملت پنیک کرده بودن یه سری رو به قیمت خیلی کمی فروختن و ضرر کردن الان هر چقدر میریم جلوتر برای باکس قیمت ها ثابت تر میشه تو اکشن هوس و یه موردی که پیش میاد یه سری یه سری سوجو بودن که توی یه سری ریلم های خاص میرفتن و بروبکس اونجا استفاده میکردن سو استفاده میکردن طرف میومد برای مثال فرم لایت مثلا خودش مصرف کننده لایتلسیلک سیلک بود باشه چیزی میساخت ساخت میذاشت تو اکشن روز میرفت مثلا لیست 100 تا دونه لایت سیلک می خرید بعد این 100 تا دونه لایت سیلک رو به قیمت یه گلد یه گلد یه گلد یه گلد یه لیست فیک درست میکرد همینجوری قیمت ها رو می آورد پایین که ما الان دیگه شاید همچین چیزی نیستیم برو روبکس یعنی یکی بذاره رو هوا ازش میخرن کسی بیاد قیمت فیک بذاره لیست فیک درست کنه رو هوا ازش میخرن قبلا میتونستن این کارا رو بکنن و برای این قیمت هایی که الان هست پایین اومدنش خیلی سخت تره نسبت به قبل چرا؟ واسه چی قیمت ها کم میشد به خاطر اینکه پلیر رو دیسکانت میزدن چرا پلیرها دیسکانت میزدن یه دلیل خیلی مهم اونم فروش نرفتن آیتمه الان چون فروش رفته بالا دیسکانت دیگه برای بکس خیلی معنایی نداره مخصوصا پلیر های تازه وارد کسایی هستن که دیسکانت میزدن یا دیسکانت میزدن قبلا چون آیتمشون اگه یه خورده از اون حالت عادی دیرتر فروش میرفت سریع پنیک میکردن و قیمت رو می پایین ولی یکی مثل من که حالا یه خورده تجربهش بیشتر به اندازه خودم تجربه دارم میدونم که اون آیتم دیر, دیر یا زود فروش میده و قیمتش رو کم نمیکنم ولی یکی تازه وارده شاید اگه دیر فروش بره خود آیتمش قیمت رو کم کنه و چرا قیمت حالا کی ب... کمتر از اونم میشه چون نفر بعدی هم میاد میخواد آیتمش بذاره تو اکشن میگه ای بابا یکی قیمت رو کم کرده و مقدار متریالی که گذاشتم خیلی زیاده من اگه بخوام ساب کنم این متریالش فروش بره بعد متریال خودمو به قیمت بالا بفروشم خیلی طول میکشه پس منم هم همین قیمتی که این دوستمون کم کرده من کمتر نمیکنم ولی رو همین قیمت میکنم و همین باعث میشه که به مرور زمان قیمت ثابت یه متریالی مثلا از اینجا بیاد اینجا و کم بشه ولی الان دیگه این اتفاق نمیفته چرا چون اگه یکی بیاد و آیتمش رو واقعا به قیمت غیر معقولی بذاره سری رو هوا ازش میخرم و اون کسی که ضرر کرده فقط فقط اون شخصی که خودش آیتمش رو به قیمت پایین تر گذاشته پس یه آیتم با قیمت خیلی پایین زیاد تو اکشن هوست نمیمونه که دوباره روش چیده شه و قیمت ها کمتر شه و همه اینا باعث میشه که اکشن هوست ثبات بیشتری داشته باشه و به نفع کژوال پلیر به نفع پلیر های معمولی که تو گیم هستن این کار یعنی صرف تا صد به اونا خیلی کمک میکنه و باعث میشه که بیشتر تو بازی بمونن و بیشتر دانجن و رید و پی وی پی برن و بیشتر دانجن و رید و پی وی پی رفتن مساوی با این که دیرتر قیمت اکشن هوس بخوابه و این بازی ثبات خیلی بیشتری داشته باشه من قبلا تو ویدیو قبلی هم تا حد اینا رو توضیح داده بودم برای بکس به نظر من اتفاقا این تغییر خیلی به نفع دراگون فلایت یعنی چهار ماه قبل مقابل در... پنج قبل دراگون فلایت این تغییر رو داد اون صدمه ای که قرار بود اکشن هوس بخوره الان خورده الان پشت سر گذاشتیم اون صدمه رو و وقتی که دراگون فلایت بیاد بچه ها یه پوش میشه قیمت ها همه میاد بالا و وقتی که قیمت ها بیاد بالا با این فروش زیادی که توی این اکشن هوس وایت داریم دیگه شیکوندن این قیمت ها و کم کردن این قیمت ها خیلی کار سختی میشه یه سری آدم سودجو نمیتونن بیان به نفع خودشون قیمت یه سری متریال رو کم کنن چون دیگه دست خیلی زیاده و این به نظر من تغییر خیلی خوبیه و 100 در صد دراکون فلایت میتونه از این تغییر استفاده کنه و خیلی خیلی اکسپنشن خوبی باشه مخصوصا برای بچه‌ای که قصد گلد فارم دارم من خودم 100 درصد دراگون در 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 فلایت بازی می‌کنم در موردش همه ویدیو می‌ذارم پس حتما کانال سابسکرایب کنید امیدوارم که شما هم توی دراگون فلایت ببینم برو به نظر من این کار بلیزارد خیلی خوب بود گرچه الان قیمت ها کمتر شده و در حال حاضر ما داریم زر, زر رو تجربه میکنیم ولی مطمئن باشید در آینده 100 درصد سودش رو تجربه خواهیم کرد قبلا به این صورت بود که یه پچی اکسپنشن می اومد قیمت ها میرفت بالا خوب میشد ولی از اون ور یهو قیمت ها میشکست و یه نزول خیلی سنگین داشتیم و دلیلش هم همین دیسکانت هایی بود که میخورد ولی الان این دیسکانت ها خیلی کمتر میشه چون فروش رفته بالا بروبکس پس قیمت ها خیلی خیلی دیرتر میاد پایین و خیلی خیلی ثبات بیشتری خواهد داشت و یه اکسپنشنی مثل اکسپنشن دراغون که بیاد بکشه زیر قیمت ها قیمت ها رو زیاد کنه پایین اومدن شما خیلی سخت در میشه و به نظر من در کل تغییر خیلی خوبی بود و هنوز شاید ما تغییر مثبتش رو نتونیم درک کنیم یا حس کنیم ولی باتون شرطی مدادم که در طولانی مدت این تغییر هم به نفع راست هم به نفع پلیرهای های معمولی دمتون گرم که این ویدیو رو تا انتها با من همراه بودید یادتون نره که حتما حتما این ویدیو رو لایک کنید تا از من یه کوچولو حمایت کرده باشید و کانالم که مطمئنم اکثرتون سابسکرایب کردید اگه نکردید همین یعنی الان کانال رو سابسکرایب کنید هر سوال و هر نظری هم که در مورد این موضوع دارید حتما تو بخش کامنت ها برام بنویسید همه کامنت ها رو میخونم و همه کامنت رو جواب میدم تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ برو